در این درس و در این کلیپ و در این پادکست میخوایم شما رو با تکنیک و رازی آشنا بکنیم که از گذر این تکنیک و با اجرای اون خواهید توانست مثل جت متنهای انگلیسی رو خیلی روون و پشت سر هم بیان بکنید و بتونید اونها رو بخونید دوستان تکنیکی که در این درس و در این کلیپ خدمت شما میخواییم معرفی بکنیم شاید تکنیک خیلی عجیب قریبی یا راز خیلی عجیب قریبی نباشه البته شما همین تکنیک رو در زبان مادریتون هم دارید رایت میکنید و اون رو اجرا میکنید به صورت ناخداگاه اما اگر بهش توجه بکنید در یادگیری یک زبان جدید و البته در خوندن متون انگلیسی همونطور که گفتیم بسیار میتونه به شما کمک بکنه تا بتونید به راحتی روان و بدون مشکل متنهای انگلیسی رو بخونید و رشد بسیار خوبی در سپیکینگتون داشته باشید اجازه بدید روش و تکنیک رو با یک مثال اول با یک عبارت کوتاه شروع کنیم، تشریحش کنیم و بپردازیم به یک متن بلندتر و طولانیتر و با اجرای اون به صورت عملی توضیحات لازم رو تقدیم شما بکنیم تا خوب یاد بگیرید تا بتونید این روش رو خودتون هم اجرا بکنید و در تمریناتتون و در خوندن متونتون استفاده بکنید. این عبارت رو که دارید میبینید در نظر بگیرید اگر بخوایم کلمه به کلمه این عبارت رو بخونیم به این صورت میشه once upon a time درسته؟ ممکنه یک زبان آموز عادی به این صورت بخونه once upon a time اما مشخصه که داره چند تا کلمه رو کنار هم دیگه عنوان میکنه اما اگر بخوایم این عبارت رو به صورت روان بیان کنیم میشه once upon a time دقت کردید چه اتفاقی افتاد گفتم once upon سپان ن چه اتفاقی افتاد حرف آخر از کلمه اول که سه است چسبید به حرف اول از کلمه بعدی شد وان سپان سپان در حالی که ما اصلا کلمه سپان اینجا نمی حالا بعدی پان ن ن نتایم تایم ن تایم ما کلمه ن تایم نمی بینیم اما داره میچسبه به همدیگه در واقع حرف آخر از کلمه پان با صدا و حرف اول از کلمه بعدی خونده میشه میشه نتایم نتایم پس اگر بخوام به صورت روون پشت سر همین کلمه رو بخونم به جای اینکه بگم once upon a time میگم once upon a time یا خیلی روونتر once upon a time پس تکنیکی که باید رعایت بکنیم اینه در آن واحد تمرکزمون بر تلفظ درست و بیان کامل کلمه فعلی است با در نظر گرفتن کلمه بعدی برای اینکه بتونیم کلمه فعلی رو به کلمه بعدی بچسبونیم مثل همین عبارتی که خدمتتون اعلام شد once upon a time once upon نه time once upon a time فکر میکنم دیگه کاملا متوجه شده باشید حالا ادامه بدیم یک کم طولانی ترش بکنیم این عبارت رو اگر من بخوام این عبارت رو و این جمله رو تکه تکه و کلمه به کلمه بخونم میشه once upon a time there was a talented cello player حالا اگر بخوام به هم بچسبونمش همونطور که once upon a time رو کار کردیم از اونجا به بعد میشه There was a, a, a talented cello player. دقت بکنید به هم دارن میچسبند. حالا اگر بخوام پشت سر هم و روون بخونمش میشه once upon a time حالا به کاما رسیدیم یک لحظه مکس میکنیم. Once upon a time there was a talented cello player. پس اگر توجه بکنید به هم دیگه دارن میچسبند. حالا برای اینکه شما دقیقا متوجه بشید که جاهایی که من دارم به هم میچسبونم به چه ترتیبه من این متن رو جاهایی که میخوام به هم بچسبونم رو با تاکید بیشتری بلدشون میکنم تا متوجه بشین Once upon a time there was, there was a, a, a talented Cello lo player, lo player. She loved her cello like keke son, and practiced on practiced on knit knit for a uh, for a uh, for a uh, for hours ev ev every day. Sometimes, comma. Max? She concentrated so hard that, that, she could practically see the notes floating in, in the air, air around her. Once upon a time, there was a talented cello player. She loved her cello like a son. and practiced on it for hours every day. نقطه Max Sometimes she concentrated so hard that she could practically see the notes floating in the air around her. پس اگر توجه بکنید میبینید که کلمات دارن به همدیگه با صدای مربوطه با حرف اول کلمه بعدی به همدیگه میچسبند. حالا اجازه بدید یک بار دیگه با هم متن رو بخونیم شما هم همزمان با من بخونید حتما باید این کار رو انجام بدید و ضبط کنید صدای خودتون رو حتما این کار رو انجام بدید دوستان این کار رو عملی انجام بدید و باز هم با متنهای دیگه این تمرین رو انجام بدید این بسیار مهمه که شما تمرین کنید اینکه فقط این کلیپ رو ببینید تاثیر زیادی در یادگیری شما نداره حتما تمرین بکنید حتما الان با من با صدای رسا بخونید صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ مقایسه بکنید تا ببینید چه رشد خوبی با تکرار این تمرین در یادگیریتون خواهید داشت آماده این بریم یه بار دیگه متن رو بخونیم once upon a time there was a talented cello player she loved her cello like a son and practiced on it for hours every day sometimes she concentrated so hard that she could practically see the notes floating in the air around her اگر مقایسه بکنید میبینید که چقدر بهبود حاصل شده چقدر فرق کرده نحوه خوندن شما با متنهای دیگه و چقدر سریعتر و چقدر روانتر میخونید دقت بکنید دوستان در خوندن متون حس بیان خیلی مهمه اگر توجه بکنید ببینید حس بیانی که من دارم روی این متن القا میکنم حس خبری و اون حس هیجانی که داره این تکه از یک داستان رو برای شما بیان میکنه حس هم همراه با بیان شما باید باشه یه بار دیگه اجازه بدید با توجه و تمرکز بر حس بخونیمش آماده اید؟ صداتون رو باید حتما ضبط کنید آ. آکی بریم Once upon a time there was a talented cello player She loved her cello like a son and practiced on it for hours every day. Sometimes she concentrated so hard that she could practically see the notes floating in the air around her. بسیار هم عالی، بسیار هم خوب. دوستان لطفاً در قسمت کامنت از تجربه خودتون با خوندن همین متن کوتاه برای ما بگید. بگید که چقدر حس بهتری دارید. بگید که چقدر فرق کرد خوندنتون. بگید که چقدر میتونید راحت تر بخونید پس تکنیکی که باید رعایت بکنیم اینه در آن واحد تمرکزمون بر تلفظ درست و بیان کامل کلمه فعلی است با در نظر گرفتن کلمه بعدی برای اینکه بتونیم کلمه فعلی رو به کلمه بعدی بچسبونیم مثل همین عبارتی که خدمتتون اعلام شد once upon a time once upon a time once upon a time فکر میکنم دیگه کاملا متوجه شده باشید بسیار هم عالی بسیار هم خوب فراموش نکنید که تکرار و تمرین با این روش میتونه تأثیر بسیار خوبی در یادگیری شما و خوندن متون به صورت روان و پیوسته داشته باشه دوستان لازم نیست خیلی سریع بخونید چون اگر خیلی سریع بخونید اولا گوینده حس بیان شما رو از دست میده ضمن اینکه اگر خیلی سریع بخونید حواستون به اون محتوایی که قرار است متوجه بشید پرت میشه پس روان در عین حال پیوسته با توجه و تمرکز به متن خواهیم خواند و رشد خواهیم کرد و موفق خواهیم شد بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان دوستان فراموش نکنید که کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو برای دریافت ویدیوهای بیشتر و دریافت درس بیشتر دنبال بکنید تا در جریان آپدیت ها و ویدیوهای جدید و درس جدید حتما قرار بگیرید